دوستان ارجمند، موضوع صحبت امروز این است که آیا دولت افغانستان در برقراری عدالت اجتماعی که مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است موفق بوده؟ جواب بدون شک نه. نه تنها موفق نبوده، بلکه عامل بی‌ثباتی نظام اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوده و زمینه را برای فساد بیشتر اقتصادی مساعد ساختند. بنان پیشنهاد من این است که به عنوان فعالان و تبعیدیان در خارج و با توجه به تجارب خوبی که از نظامهای دموکراتیک و مردمی در خارج داریم یا اندوختیم، باید برای برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه علیه فساد اقتصادی در افغانستان از حامیان دولت افغانستان از طریق ارسال قطعنامه ها و مکتوب های رسمی خواهان تغییر سیاستشان در قبال کشور ما شویم. در نظام های مردمی و دموکراتیک برنامه های اقتصادی، الگوهای برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. اما در نظام های تحمیلی و غیر مردمی مانند افغانستان ما شاهد افزایش فقر اقتصادی و ناامنی های بیشتر هستیم که نه تنها قابل قبول نیست، بلکه جنایت علیه بشریت پنداشته می شود. در این صورت تنها گزینه ای که باقی می ماند تغییر نظام و تشکیل گروه اپوزیسیون سیاسی از میان جوانان در داخل و خارج است تا از بدتر شدن وضعیت زودتر وقایع صورت بگیرد. ما می دانیم نظام های افغانستان تحمیلی است، اما مهاجرت ها در دو دهه اخیر این پتانسیال و امیدواری ها را در میان تبعیدیان به وجود آورده تا به حکومات غیر مردمی و تحمیلی باید پایان داده شود و ودا بگوییم. قرار تحقیقات نهادهای بین المللی، افغانستان سرشار از منابع زیرزمینی است که تا 200 سال آینده استخراج آن ختم نمی شود. همه حکومات تحمیلی به ویژه در 20 سال اخیر وضعیت را طوری آماده ساختند تا این همه ثروت ها غیر قانونی از کشور خارج شود و دولت مردان خود را بیشتر از این فربه بسازند. ما امیدواریم تا با مساعی مشترک و کارهای استراتژیک وضعیت را به نفع مردم هر چیز زودتر تغییر داده و فقر اقتصادی را از طریق راه اندازی کمپین ها برای تغییر نظام ریشه‌کن کنیم. در غیر آن نسل های آینده به ما نفرین خواهند گفت. فقر اقتصادی عامل بیسوادی می شود. فقر مانع پیشرفت فکری می شود. فقر مانع تمرکز به نوآوری می شود. فقر مانع مبارزه می شود. فقر ناامیدی ها را به وجود می آورد. فقر عامل مهاجرت ها می شود. فقر عامل افزایش جرم می گردد. فقر عامل ترویج فعالیت های خلاف اخلاقی می گردد. فقر مانع رفتن به مکتب می گردد. فقر عامل تداوم حکومات تحمیلی می گردد و بالاخره فقر جامعه را به نابودی می کشاند. بنان از جوانان مقیم داخل و خارج دعوت می گردد تا مشترکاً حداقل به 3 مسئله مهم تمرکز نماییم. یک، فشار بالای جامعه جهانی از طریق لابیگری تا اینکه حمایتشان را از حکومات تحمیلی قطع کنند و آنها را به محاکم بین المللی بکشانند. دو، مساعدت اقتصادی به کودکان نیازمند در داخل کشور تا از چالش ها و فقر گسترده اقتصادی نجات یابند و به مکاتب درس بخوانند. سه، روشنگرایی از طریق تدویر سمینارهای آگاهی دهی به کمک جوانان آگاه و تشکیل محور میان عدالت خواهان به پیش به سوی بیداری و کارهای استراتژیک. تشکر از توجهتان.